سلام، عارضم به حضور مبارک شما که این روزا افعی زخورده ولایت همین جوری داره دور خودش میپیچه. عزمای بخت برگشته هم سینه‌خیز رفته پای مذاکره با شیطان بزرگ، هم داره شب و روز از طرف حسابا سیخ و سنبه دریافت میکنه. ایرانی ها باید بدونن که درهای تجارت به روی اونها باز نشده است. یک روز بعد از سخنان توهین‌آمیز معاون وزیر خارجه آمریکا، دیشب وزیر خارجه آمریکا هم در مصاحبه با CNN با ادبیاتی تند درباره ایران صحبت کرده. وزیر خارجه آمریکا در سخنان گستاخانه‌ای این رو هم گفت که با توافق گام اول برنامه هسته‌ای ایران خشکانده شد. جان کری باز هم از جمله تکراری همه گزینه‌ها روی میز است استفاده کرد و با گفتن این جمله که ما به رئیس جمهور ایران اعتماد نداریم. بابا این که دیگه هیچ جای سالمی واسه سید خمار باقی نذاشته که. پس این تیغ‌کشای ولایت کجان؟ آقا برنامه هسته‌ای چیه؟ دارن شیره جون سید علی رو میخشکونن. آهای جوجلاتای بسیجی، آخه یه نفس کشی، قمپوزی، چیزی. آهای نفس کش. چرا آمریکایی‌ها بعد از چند دور مذاکرات با ایران و حتی امضای توافقنامه به صورت لجام گسیخته و غیر معمول دهان به فحاشی و توهین گشودند؟ اینم شد سوال. خب وقتی پیچای داربست ولایت شل بشه همین میشه دیگه. آقا اصلا بسیج رو ولش کن. این سید علی این همه نماینده و جک و جونور داره این برا اون برا. یه دونه از این جونه برا پیدا نمیشه تو این اوضاع و احوال از ولی امرش دفاع کنه. بابا این کوسه داره دندونای عظما رو میکشه ها، رسید به فکش. من تعجب میکنم از کسانی که امروز میگویند با سلطه‌گران نمیشود درگیر شد. ما هم نمیخواهیم با کسی درگیر بشویم، ولی بنا نیست دستها را به علامت تسلیم بلند کنیم. بنا نیست به گونه‌ای سخن بگوییم که دشمن احساس ضعف در ما ببیند و بعد هم جملاتی اون چنان بر زبان جاری کند. همین؟ موش کور تو رو بخوره که نفهمه چی خورده. طرف میگه زر خوروندیم به عظما، میگه برنامه هسته‌ای رو به عقب برگردونیم، بعد تو میگی نمیخوایم با کسی درگیر بشیم. بابا تو دیگه خیلی شیر و شل کردی، کارت از نشتی گذشته. آقا اینطوری نمیشه، خود سید علی باید وارد میشه. چی؟ وارد شده؟ کو؟ امروز متاسفانه انسان مشاهده میکند در برخی از فاصله ها و مقاطع حرف هایی زده میشود از سوی دشمنان. این برای مردم ما مایه عبرت است. در همین مذاکرات گوناگونی که در این روزها انجام می‌گیرد، ملت ایران این مذاکرات را زیر نظر داشته باشند. اظهار نظرهای بی‌ادبانه مسئولان آمریکایی را مردم ببینند، زیر نظر داشته باشند. اول هیکل نظام باش. همه منتظر بودن بیاد میز چپ کنه. آقا اومد آب ریخت رو آتیش. این همه عربده کشی و شاخشونه کشیدن آخرش این شد که دشمن رو زیر نظر بگیریم. مگه تو نبودی میگفتی فلان جا و بسار جا رو با خاک یکسان میکنیم؟ حالا چی شد؟ تکلیف ما رو مشخص کن. تو ولی فقیه یا دوربین مخفی که میخوای زیر نظر بگیری؟ مشکلات کشور را تنها یک چیز حل میکند، اون هم عبارت است از نگاه به ظرفیت‌های درونی، که این ظرفیت‌ها هم بسیار است، بیشمار است به حمدالله. شیخ فری کجایی؟ سید علی دوباره شروع کرد. یه تیکه اداشو در بیار کوسه حال کنه. اون چنان میاد لحنی به کار میگیره یه گوشه‌ای که آقا نگاهتون به ملتتون باشه، به داخل باشه، لبخند شما رو گول نزنه. مرد شور اول و وسط آخرتونو ببره با این نظامتون. عظما هیچ چاره جز زهرخوری نداری.
پس زهرتو کوفت کن، بعدم آماده باش که عمامه ولایت رپتو. حقا که وضعیتتون واویلا اندر واویلاست.